عنوان کردین. فکر نمی‌کنین که همین اطرافیان هستن که حالا فردا والی و وزیر کابینه افغانستان یا وزرای کابینه افغانستان را تشکیل خواهد کرد و در اون صورت آینده حکومت یا دولت وحدت ملی چگونه خواهد بود؟ خوب است که آقای کوهستانی رو به این میز دارین، چرا میتونم مثبتش بگم من پیش. مسئله اصلی سر اعظمی است و یکی گپم که اینا زدن، در دیگه دنیا اگه احزاب میه و یک حزب میه سر مخالفت خود جور میه، باز او حزب امکان عزیز داره که سر اعضای حزب خود او گپ بقبولن. نقطه ره که آقای کوهستانی پسندتر به حساب مثبتش اشاره کرد، من پیشم میرم. در اونجا پیش دکتر سیب عبدالله میگه چند تا پشتون است، چند تا برادر ازاره است، چند تا ازبک است، چند تا ترکمن است. اونا به دو دلیل اونجا جمع شدن، یا پیش اشرف غنی و تیما جمع شدن که هم از قوم خود یا به زور یا به رزان نمایندگی کنند، یا ایست که یک جایگاه هم در حکومت آینده داشته باشن. تصادمه خاص هم دارن، بسیاریش به این خاطر یکیش پیش یکیش رفته دیگهش برز دیگه که در منطقه خودش چشم کتی یکی دیگه دیده نمیتونستن. و سبا اگر شما یکی عزیز پرتین و دو هم دکتر عبدالله هم دکتر اشرف غنی دو انداختن از او شریک باشه که مجبورم هست باشه، بالاخره هر دویش نمیتونه که اکامدیت کنه یا غمش از نگاهی چی کنه، شما و منطقه را به یک جنجال دیگه گرفتار کردین که نمیتونین چاره زور کنین. یک سر دوران جهاد و اینا هم اگر یک منطقه به دست یک تنظیم هم بود کار آسان بود، آدم میفهمید از کجا برای چینا نره. منم در جای وقتی که آدم به کابل میمد اگر یک کوچه را غلط کرده بودی کارت خراب بود. آقای کوهستانی شاهد حال است، من نمیفهم اینا تشریف داشتن یعنی وقت. این اگر ببینین شما پس در سیاست هم رول داره و سفر در انستان. این مسئله سر عزیز که یک تعداد همونطوری که میگن از نگاه ظرفیت وجود داره در این مملکت که امکان داره بر اردوش کمپین نکرده باشه، منم بر از او کس مراجعه نخواد کنه در این حالت، هیچ امکان نداره. و این ضربه پس مملکت میبینه. آدم تخصصی بسیار کم وقت آدم است که باز او شورا داشته باشه و اجماع داشته باشه و با چند نفر داشته باشه که واسطه کنه، در جای دنیا نیستی. منم یک حرکت سیاسی منطقی است که میره پشت از او میره، این خوب برآمد از صحنه از امیاله. پس او دعوایی را که نسل جوان افغان داره به اصطلاح، یا وعده‌ای که از دو طرف فرش شده که نظر به استعداد خاطر آمد و نظر این خاطر آمد و قمیت مطرح نخواد بود و خوب برآمده. وقتی که من سر تقسیم ازیام، آیا جرات ازی بین از دو تا از اینا پیدا میشه که حداقل بگه که برادر درست است، تو دویدی تو ای که دیوینا مرم، تو به نام قاتل به نام هی به نام او مشورستی، خواهد اقل یک برادر زاده کسی تا که برای از این ملک پاکتر باشه و او را اگه پاک هم بیارین، پس آن آیا میدارین کرده او را از اختیار از او آدم بکشین؟ مثالای شیخ محمد مثالا دیدیم، هر تنظیمی که آورد یکی رو وزیر ساخت، بازو وزیر سب جرات کده دانست که غیر امری از او کار دیگه بکنه. ببینید کلی از این مسائل که بیارین پس می سر ظرفیت دو تاش. من نمیگم که اردوش نداره، گفتم یکیش دوست من است از وقتم و این گپ نوی نیست که من میزنم. چی دکتر سیب عبدالله؟ دکتر سیب عبدالله منطق دیدگاه از این رو داره. من همه دکتر سیب عبدالله از چنگال از دیگر آخو خلاص کده میتره و هر دو نمزد فکر میکنین حالا در حلقه گیر ماندن که از او حلقه خارج شدن اجازه بدن. حلقه سوم هم است، اینجا خو یک بادار دیگه هم است، اینجا خو ملک مفلس است نی دیگه، اونجا یک حالت جنگ هم است، اینجا یک چیز دیگه هم است. سرمایه داخلی تان سرمایه شخصی است، سرمایه نیست که او تاجر از برکت حکومت پیدا کرده باشه، بلکس حکومت از او رشوت هم گرفته، او را ترسانده هم از ضابط و پلیس و اینش هم میترسه، فرار از او را کی جلوشه میگیره. شما پس تو فکر نکنید که تنها حکومت و خارجی ها تنها نان دادی مملکت ها، بلکه همون تاجره که سر خود در قف دست خود گرفته بود او هم نان داد نی، منم امروز خوب او هم کارو برای خود استاد کرده. پس هوره که پس تحرک میتا، هوره که امنیت میتا. اگر عین دوزایی را که او زد، اگه بریم پیش دکتر سیف عبدالله یا پیش اشرف غنی، تاجر افغانستان هم دفعه کوشش کرد در این انتخابات، دلیلی دیگه چیز نداشت، دلیلش این بود که میخواست دستش از یخن آدمای حکومتی خلاص شوه، از دوز سر سرک ترس نداره، او میتونه کرده یک میل سلاح بخره. امروز خو شما پس برین اونمو مردم سر از اونا پس آکم میسازین، سرمایه از اونا ده چند از او کمک است که براتان امریکا و اروپا میده.
به لکه نفر تانه اونان میتنه حکومت تان ایره کل ازی پس میه به تصمیم دو نفر، دو نفری که ایوازه تیم جور کردن و دیگه و اینا و اک کردن باید به هنزر ازی و زود ملت تانه کن. تشکر آقای احمد زید.